نخستین مرکز نوآوری لیزر با حضور معاون علمی و فناوری و رئیس سازمان انرژی اتمی افتتاح شد. هدف این مجموعه حمایت از تجاری سازی دانش لیزر در کشور است. آقای ستاری تجاری سازی فناوری لیزر را ضروری دانست. آغاز به کار رسمی مرکز نوآوری لیزر. مرکزی که دانش لیزر را برای دانش آموزان می شکافد و به صنعت می رسد. از مقاطع دبستان شروع کردن، چگونه به بچه های دبستانی آموزش لیزر رو بدن، دبیرستان و دانشگاه و بعدم صنعت. ببینید یعنی یک تحول عظیمی داره ایجاد میشه. این مرکز با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و سازمان انرژی اتمی تجهیز شده و در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار گرفته. تجهیزاتی داریم برای صنعت، تجهیزاتی داریم برای پزشکی و تجهیزاتی رو داریم برای دستگاه‌های اندازه‌گیری و چیزهایی که برای کارهای آموزشی لازمه. در سال‌های اخیر با بومی‌سازی فناوری لیزر، واردات در این حوزه به حداقل رسیده. امروز بسیاری از نیازهای خودمون رو از پایه از منبع تأمین لیزر تا سایر موارد رو با همکاری که بین معاونت علمی و مرکز لیزر ایران بوده در این مجموعه الان داریم رفع میکنیم. خیلی هم کمک کرده به اشتغال. بازار محصولات این دانش حسابی داغ است و پولساز. یک بازار بزرگ چند صد میلیاردی جلوی شرکت ها هست، استارتاپ هایی که تو این حوزه دارن تشکیل میشن و قطعا اتفاق خوبی تو آینده میفته. در ایران 80 شرکت دانش بنیان در حوزه لیزر فعال هستند که 8 شرکت کار خودشون رو در این مرکز آغاز کردند. اینجا میتونه شتاب دهنده ای برای تجاری سازی و تولید انبوه محصولاتشون باشه. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.